سفری که شروع کردیم از سیاهچال تهران، حالا رسیدیم تو خانقین به کردستان عراق، نزدیکی های ایران. چون که ایده از این زمستون سخت و راه طولانی و مشکلاتی که توی این سفر اتفاق افتاد صرف نظر میکنم، میرسم به قسمت خوب خوبش. تو خانقین حالا دیگه بهاری شده بود، یه باغ بزرگ واسه مراسم نوروزی و برپا کردن مراسم تحویل سال و دید و بازدیدهای عید و اینجور کارا کرایه شده بود. باغ پرشکوفه‌ای که نوید یه تابستون سبز و پرمیوه رو میداد. بعدش هم قرار بود که حرکت به سمت بغداد شروع بشه، جایی که حکومت‌های ایران و عثمانی به عنوان محل تبعید تعیین کرده بودن تا به فکر خودشون این قائله رو بخوابونن و آتیشی رو که به پا شده رو در رو خاموش کنن. ولی 10 سال طول کشید تا متوجه بشن که با این کارا نمیشه جلوی رشد دین رو گرفت. ولی راستی چرا تبعید؟ اصولا مگه همه بابی ها رو تبعید کرده بودن؟ چی باعث شده بود که میرزا حسین علی نوری یا بهاءالله رو با خانواده‌اش و بعضی از بابی های دیگه تبعید کنن؟ برای اینکه متوجه این جریان تبعید بشیم، باز باید یه فلشبک داشته باشیم به حدود 10 سال قبل تر. یعنی قبل و بعد از تیربارون سید علی محمد شیرازی یا حضرت باب که سرکوب و کشتار بابی ها شدت گرفته بود و اتفاقای بزرگی مثل واقعه شیخ تبرسی یا واقعه زنجان و نیروز افتاد، یه واقعه دیگه هم اتفاق افتاد که برای اینکه بهتر علت تبعید میرزا حسین علی رو درک کنیم، بد نیست اونو هم یه مروری بکنیم. واقعه بدشت. بعدش منطقه‌ای بود نزدیک شاهرود. تو اون محل تعداد زیادی از پیروان و طرفداران باب جمع شده بودن، ولی در واقع همشون نمیدونستن چه اتفاق بزرگی در حال رخ دادنه. یعنی یه دین جدید و یه ظهور نو در حال اتفاق افتادنه، همشون اینو نمیدونستن. بعضیاشون فکر میکردن که فقط یه جنبش اجتماعیه و اومده تا یه اصلاحاتی رو تو ساختار اسلام ایجاد کنه. برای اینکه همه متوجه این مسئله بشن که یه دین جدید اومده با احکام جدید و برای اینکه این مسئله نشون داده بشه، یه اتفاق مهمی افتاد، یه اتفاقی که این تغییر احکام رو خوب بتونه نشون بده. حالا ولی برای اینکه بقیه این ماجرا و این فلشبکی که دنبال کردیم و تموم کنیم و بفهمیم چرا حضرت بهاءالله تبعید شده، شما اول باید صبر کنید من برم گلامو بخرم، بعد تو قسمت بعدی ویژه برنامه عید رضوان بقیهش رو براتون میگم. ولی قبل از اینکه این برنامه رو ببینید، این گل زیبا هدیه من به شما، یه موسیقی هم با هم ببینید تا اون موقع گل باشید و عید گل یعنی عید شما مبارک. بریم بخریم. عید رضوان رو به همه تبریک عرض میکنم. آرزو دارم که همیشه خوشبخت و سالم، شاد و موفق باشید. عیدتون مبارک. Happy Rizwan everyone. I hope this next year will be even better than the last, full of growth opportunities. Happy festival and best of luck. جان مشتاق موج است از ساحل آر دارد، گاه گرید گاه خندد گاه سازد گاه
که محو آفتاب است، کی نظر دارد به ظلمت، آن که عشق یار دارد، کی خبر زق یار دارد، غرق در دریای عشقش، کی نظر دارد به ساحل، او به جان مشتاق موج است از ساحل.